بینندگان دیگری پشت خط هستند و پرسش دارند. بله بفرمایید. سلام، با شما وقتتان بخیر. سلام علیکم تو جان، بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین برادر عزیز، شما صحت مند هستین. بفرمایید. با شما تشکر از برنامه زیبایتان. دکتر محترم سلام بر شما هم. علیکم السلام برادر عزیز. یک سوال داشتم، بعضی وقتا یک مشکل داشتم دکتر صد. بعضی وقتا یک قسمی به من قسمی که گنده پادم ترس میخوره، قلب آدم یک تکان میکنه و بعضی نفس آدم میگیره. بعضی وقتا بدون ازی که بتشکم یک کس برم میایم. من این فهمیدم افسردگی است یا یک مشوره میخواد. من فقط از شما سوال دارم برادر عزیزم، گاهی اوقات یک جای قرار میگیرین و یک عمله سرطان میایه که فکر میکنین حالا میمیرین، قلبتان بیرون میشه، یک حالت بسیار شدید، اما بعد از چند دقیقه که شما در حالت میرین پس دوباره سرحال میشین، میبینین هیچ اتفاق نفتاده. اما تو یک چیز است تقریبا اما تو چیز است و یک اون دفعه در خواب مثلا سبت میخوام اما تو یک حالت برای من میایه و صبح یعنی فکر کنم که شاید درست خواب نرفتیم و قلب من تکان میخوره، تکان قلب دارم و بعضی وقتا در بیداری هم اما تو یک قسم یک اینه. شما چی کار میکنین برادر عزیزم؟ وظیفه دو دفتر، وظیفه دفتری هست. چند ساله شدین؟ 29 ساله. ازدواج هم کردین؟ مره متعهل هست. مشکلات زندگی چیز؟ بیشتر روی چی تشویش دارین؟ چی تمرکز دار؟ ذهنتان درگیر خودش ساخته؟ حالا یک وقت خیلی بیکار بودم، امو یکم داره تشویش داشتم دیگه. فعلا وظیفه دارم که نه تشویش هم ندارم، امو یک مشکل فعلا دوستات دارم، یک مشکل فعلا مشکل ندارم، تشویش هم ندارم. مطمئن اشاره میکنم. تشکر برادر عزیز، وقت خوش، خدا نگهدار. بشنویم مشوره ای استاده. خب استاد، بپردازیم به این مسئله. ما یک نوع عملات داریم به نام عملات پنیک و این زمانی رخ میده که استراب از حالت عادیش برایه، یعنی یک کسی حالا ما از حد بگذره. بله، به اصطلاح عام بگیم تشویش. اما زیاد وقتا دوستان میگن تشویش، میگن تشویش ندارم، اما وقتی ما میاییم ریشه یابی میکنیم میبینیم که بیشترین مشکلات ذهنشان درگیر است، یا درگیر وظیفه است، کار است، خانه چطور میشه، اینا تمامش تشویش هایی است که در ذهن ما هست. بالاخره این استراب آنقدر در حالت شدید فرد قرار میده که این تبدیل میشه به یک نوع عمله و او عمله پانیک است. این عمله پانیک به نوع جالب است که وقتی ما در او عمله قرار بگیریم، یک نوع حالت بسیار ورخطایی، یک نوع حالتی که فکر میکنیم حالا میمیریم، حتی دو دقیقه ما را وقت نمیده یه عمله که میاید و حتی مثلا جاهایی که بسته باشه تلاش میکنیم در اونجا نباشیم، میگیم یک بار اگر یه عمله اومد یک زود فرار بکنم، و حتی ای ازا اگر در یک رستوران برن، در یک سینما یک جایی باشن، کوشش میکنن یک جایی که نزدیک دروازه باشه که فرار بکنن. و این قسمی هست این حمله که ما را در اگالت قرار میده که فکر میکنیم قلب ما میبرایه، حالا میمیریم و چند لحظه فرد مثلا ضعف میکنه، بعد از او چشم خود باز میکنه میبینه که نه مرگی است، نه میری است، نه مردنی است. بله، حتی در جریان خواب هم که گفتن همونطور است. مثلا این عزیزای ما اگر در جریان خوابی حالت بیاید، بعضی اوقات ما یک چیز داریم به نام سیاهی پخش کردن، میگه سیاهی پخش کردن. بله، یک نوش میتونه این عملات باشه. وقتی حمله بیایه حتی ما استاد میمونیم، توقف نمیتونیم، نمیتونیم فرار بکنیم، نمیتونیم حرکت بکنیم، فکر میکنیم که حالا روح از بدن ما بیرون میشه. این قسم یک یعنی حالت، تمام این حالات به خاطر تشویشی است که ما میکنیم و تشویش ما از حد دیگر گذشته که ما به چنین حالتی مواجه شدیم. بله، من پیشنهاد میکنم بر برادر عزیزم، چون این نوع عملات بسیار راه های حل مناسبی داره، یک بار مراجعه بکنن پیش یک دکتر مغز اعصاب و پیش یک روانشناس، صحبت بکنن ببینن که علت اصلی اینمی چیست، چون این عملات علت داره و گاهی اوقات هم در یک اتفاق میمانده باشه. مثلا عواملش است، بعضی ها میاین میگن استاد زمانی که ما در محفل عروسی بودم، یک عزیزم و یک دوستم بر ما یک چرس پیشنهاد کرد، من یک کش گرفتم، بسیار زمان خوشایند بود. بله. اما از او به بعد این مشکل برام پیدا شده. یا مثلا یک کسی در حالا گفتن در جریان بیکاری، اگر ما زیاد وضعیت خود ما را خراب کردیم، زیاد تشویش کردیم، حتی میتونه از او حالت هم مانده باشه. اگر یک بار مراجعه بکنن ریشه یابی شوه، بسیار راه های حل مناسبی وجود داره. تشکر.